نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان. با پوزش از اینکه جلوی دوربین نیامدم، اما برنامه‌ای رو چند وقت پیش پست کردم و در اون برنامه گفتم که گروه مذاکره کننده بدون امضا برگشتن. خب حالا این مذاکره ها ادامه پیدا کرده و هر روز گزارش هایی میاد. سخنرانی رهبر رو، رهبر عزیزمون رو، با حضور مسئولان نظام شنیدیم و من امروز با دقت گوش کردم و حالا میخوام یه تیکه‌ای از سخنرانی رهبر رو بذارم و ببینیم که چطوری میان سخنان ایشون رو تحریف میکنن که بعداً بتونن یه چیزایی رو بندازن گردن رهبر، بگن که ایشون هم موافق بودن و این داستانه. حالا واقعا من نمیدونم که میشه در یه چیزی رو اشتباه فهمید یا اشتباه نوشت، این رو من رد نمی کنم، ولی گزارش ها و نوشته های از این دست باید خیلی با دقت تنظیم بشن و وقتی که اون کسانی که از قول رهبرمون میان یه چیزی رو می نویسن یا یه چیزی رو بازگو می کنن یا می خونن، خب باید خیلی دقیق تر از افراد دیگه باشه. این چیزی نیستش که بخوایم باهاش شوخی کنیم و یا بخوایم بگیم که اشتباه بود یا در واقع درست نفهمیدیم، این چیزا نیستش، ولی حالا نمیشه اونم رد کرد. در صورت من نمیدونم که رهبر یه چیزی میگن، اونا چیزی دیگه مینویسن، اشتباهیه یا عمدیه، اینو خب میذارم به عهده شما. بریم و یه تیکه از سخنان رهبر عزیزمون رو اینجا میگذارم که توجه من رو گرفت، بعدش هم یه توییت رو براتون میخونم، خب خودتون داوری کنین و یه گفتگوی کوتاهی باهاتون خواهم داشت. بریم و این سخنرانی رو ببینیم، با هم گوش کنیم. خب گوش میکنیم عزیزان من. یکی هم اینه، یه مسئله دیگر مسئله دیپلماسی است که خب به حمدالله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکنه. اونچه که حالا در مسائل دیپلماسی اونی که حالا مورد توجه هست، مسئله هسته‌ای است که خب حتما شما خبرهای هسته‌ای رو پیگیری میکنید، در جریان مسائل قرار دارید. من همطور که قبلا هم گفتم، مسئولین دولتی هم گفتن، آقای رئیس جمهور هم مکرر این رو تاکید کردن، شما در برنامه ریزی های کاری خودتون مطلقا معطل مذاکرات هسته‌ای نشید، مطلق کار خودتون رو بکنید، وضع فعلی کشور رو ببینید، بر اساس وضع فعلی برنامه ریزی کنید. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهایی مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو به اونها. خوشبختانه وزیر محترم خارجه و اون مسئولین هیئت مذاکره کننده گزارشات دقیق خودشون رو به رئیس جمهور میدن، به شورای عالی امنیت ملی میدن، در جریان قرار دارن، تصمیم گیری میکنن، فکر میکنن، جوانب قضیه رو میسنجن. نقدم اشکالی نداره، نقد کارهای این مسئولین هم اشکال نداره، اظهار نظر اشکال ندارد، منتها اولا این اظهار نظرها و نقدها مراقب باشید بدبینانه نباشه. خب این کسانی که مسئولن، بنده همیشه البته این رو در همه دولت ها این رو تذکر دادم که نگاه به کسی که توی میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت، نباید نگاه بدبینانه از روی سوء ظن باشه. خب این درسته، در صورتی که حالا میخوام بگم که آقای ظریف و آقای روحانی نباشن و کارشون رو درست انجام بدن و اونقدر که اونا اطمینان کردن نکنن. رهبرمون درست میگن، رهبرمون ذاتاً یک انسان مثبت اندیش هستن و همین مثبت اندیشی ایشون باعث شده که کشورمون از گزند دشمنان در امان باشه. یعنی این مثبت اندیشی انرژی خوب و مثبت به همه میده، به همه اون کسانی که دور و برشون هستن و مسئولین نظام. اما خب یه موقعی باید ایراد گرفت و باید انتقاد کرد و انتقادم میتونه انتقاد خیلی سختی باشه، خیلی هم منفی باشه. اینا رو نمیشه در واقع
گفتش که نه اینطوری نیستش. اما من کلن و حتما با رهبرمون موافق هستم در چیزهایی که میگن. ایشون اون خط مشی کلی رو میگذارن، وارد جزئیات نمیشن و اونجاست که ما باید حواسمون جمع بشه. خب بقیه رو گوش میکنیم. خب افراد مؤمن، افراد انقلابی، افراد پر جد و جهد، پر کار، مشغول کارن، دارن در این زمینه کار میکنن. مؤمن و انقلابی و پر جد و جهد. خب حالا باید ببینیم این صفات در کدامین از این افرادی که رفتن در واقع در گروه مذاکره کننده هستن موجود است. اگر نقدی هم میشه خوشبینانه باشه، اون نقد بدبینانه نباشه. ثانیاً موجب تضعیف این کسانی نشه که حالا تو این میدان مشغول تلاش و کار هستن. بله. امید مردم هم تضعیف نشه، یعنی جوری حرف زده نشه که اینها. البته هیئت مذاکره ما به حمد الله در مقابل زورگویی های طرف مقابل و زیاد خواهی ها مقاومت کرده و مقاومت هم خواهد کرد. خب توجه کنیم به این سخنان رهبر، چون الان میخوام یه توییت رو براتون بخونم. به توفیق الهی بدون تردید اونی که بدعهدی کرده طرف مقابل، خودشون هم الان تو این بدعهدی گیر کردن موندن. یعنی الان طرف مقابلی که بدعهدی کرد و به قول خودشون پاره کرد اون قرار رو، خودش الان تو اون گیر کرده و احساس میکنن احساس بن‌بست. اونا بیشتر میکنن، اونها احساس بن‌بست میکنن. ما به حمدالله احساس بن‌بست ما توانستیم سختی ها رو تحمل کنیم و عبور کنیم از خیلی از مشکلات، عبور کردیم از مشکلات دیگر هم به توفیق الهی عبور میکنیم. مسئله دیگه خب من اینو اینجا متوقف میکنم، سخنان رهبر عزیزمون رو که در واقع بسیار ارج میگذاریم و سپاسگزارشون هستیم برای این. میخوام بگم بخشایی از این سخنانی واقعا جالبه، حالا من برنامه دیگه هم میسازم و بهش میپردازم. بگذاریم برم سراغ اون توییت و ببینین که حالا چطوری میان تحریف میکنن. ببینین رهبر ما چی گفتن، اون چیزی هست که در پایینه. اون بالا نوشتن در مذاکرات، اینو از زبان رهبرمون اومدن توییت زدن. خب نوشتن در مذاکرات هسته‌ای کار به گونه خوبی پیش میرود و هیئت مذاکره کننده رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی و دیگران را در جریان می‌گذارند و تصمیم می‌گیرند و جلو می‌روند. هیئت مذاکره کننده ما هم تا اینجا در برابر زیاده خواهی‌های طرف مقابل مقاومت کرده است و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. این چیزی است که اونا نوشتن، ولی اون چیزی که رهبر ما گفتن زیرشه. زیرش نوشتن اصلاحیه. یه کسانی هوشمند بودن و اومدن اینو اصلاح کردن. به حمد الله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکند. خب ببینین از زمین تا آسمون بین این جمله و جمله بالا فرقه. جمله بالا اونا نوشتن از زبان رهبرمون که در مذاکرات هسته‌ای کار به گونه خوبی پیش میرود. خب میدونین یعنی چی؟ یعنی این که مذاکرات خیلی خوب داره پیش میره، به زودی هم به نتیجه میرسیم و این داستان هست. این چیزی هستش که اون معنای پنهانش اینه، ولی اون چیزی رو که ما در زیر میخونیم، اون چیزی رو که در این سخنرانی گفته شد اینه: به حمد الله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکند، نه که مذاکرات هسته‌ای کار به گونه خوبی پیش میرود. دیپلماسی در جهت خوبی حرکت می کند. از زمین تا آسمون فرق داره. خب آنچه که حالا در مسائل دیپلماسی مورد توجه هست مسئله هسته‌ای است. دقیقا این چیزی است که رهبر گفتن. هیئت مذاکره کننده رئیس جمهور و شورای امنیت ملی را در جریان می گذارند و تصمیم می گیرند و جلو می روند. هیئت مذاکره ما هم تا اینجا برابر زیاده خواهی طرف مقابل
مقاومت کرده و خواهد کرد. این بخشش درست بود، کاملا دقیق، ولی اون جمله اول یه جمله هست که میشه ازش بعداً سوء برداشت و سوء استفاده کرد و چیزهایی رو به نام رهبرمون تموم کرد، که اون در واقع میخوام بگم اگر که عمدی باشه بسیار زشته، اگرم که اشتباه باشه که نباید چنین اشتباهاتی باشه. حالا ببینین، این نظر خود منه. اول از همه باید بگم که برجام یه کلاهبرداری بزرگه و یه مسخره بازی بزرگی از طرف آمریکا. و نکته دیگه ای رو که میخواستم بگم اینه که آمریکا هرگز به مفاد برجام بر نمیگرده، همونهایی که خودشون امضا کرده بودن. حالا بعد از اون که کلی تحریم و چیزهای دیگه گذاشتن، اینا اصلا میگن جزء این برجامه نیست، ولی آمریکا هرگز بر نمیگرده به اون برجام. من میخوام بگم اسممو عوض میکنم اگه چنین بشه. و اون برجام نه دموکرات ها نه جمهوری خواه ها اصلا و ابدا اینها چنین چیزی رو بر نمیتابن. و اگر که این آقای بایدن که چیزم گرفته، فراموشی گرفتتش، اگر اینم بیاد یه چیزی از روی فراموشی امضا کنه، خب همین موقع خودش میزنه زیرش. این از این. پس این گروه مذاکره کننده ما دنبال چی هستن اونو من نمیدونم، واقعا برای ما ملت ایران پرسشه. رهبرمون میگن که ما نباید انتقاد بکنیم ولی سوء ظن نداشته باشیم و خوشبین باشیم. خب ما هم سعی میکنیم خوشبین باشیم و به حرف رهبرمون گوش کنیم که خیلی هم درسته، ولی خب پرسش داریم. در ضمن نکته رو باید بگم، مینیموم غنی‌سازی هسته‌ای ما زیر 20% اصلا به درد نمیخوره، به درد هیچی نمیخوره. برای مصارف کشاورزی، پزشکی، آب شیرین کن که الان یکی از اون مسائل حاد و حیاتی میشه و همین الانش هست، حالا من درباره صد و این داستانا برنامه میسازم. دفاعیمون مثلا زیر دریایی ها، کلن نظامی و فضایی و صنعتی، تمام این مصارف در این زمینه ها اصلا غنی‌سازی هسته‌ای زیر 20% اصلا به درد نمیخوره. و برجام داره میگه 3.67%، بعد این تا 20% رو باید با قطره چکون از اونا التماس کنیم. یعنی چی؟ یعنی در واقع متوقف کردن تمام فعالیت‌ها و پیشرفت‌های علمی ما. و اینا که اگه بخوان دوباره برجام رو زنده کنن، خب دوباره هم مطمئن باشن که آمریکا سر ما رو کلا میگذاره. خب من یه پرسش دارم از آقای امیر عبداللهیان نازنین. ایشون هر دو سه روز یه بار لطف میکنن میان یه گزارشی میدن، میگن حالا ما به اینجا رسیدیم، حالا اونا چی گفتن، حالا برجام داره خوب پیش میره، حالا یه مشکلی پیش اومد، حالا داریم روش فکر میکنیم، حالا اونا رفتن فکر بکنن. خب من اصلا نمیفهمم که چرا آقای امیر عبداللهیان اصلا به جای اینکه به برجام بپردازن، چرا مثلا نمیرن دنبال همینطور که الان ایشون رفتن روسیه، نمیدونم رفتن سفر میکنن کشورهای دیگه برای حالا پروژه ها، برای داد و ستد ها، برای پیشبرد مقاصد سیاسی و یا حتی فرهنگی و فعالیت های از این دست، و همچنین برن دنبال بازارهای جدید مثل مثلا کشورهای آمریکای جنوبی، مثلا ونزوئلا. این همه کشورهای آمریکای جنوبی موجود هستند همین این طرف ها. خب اگر که بیان این ورا و در واقع برن دنبال پروژه ها، دنبال داد و ستد ها، دنبال ایجاد ارتباط های فرهنگی و تمام این چیزها، اینا کمک میکنه که ایران در صحنه و پهنه جهانی موفق تر باشه و موفق در واقع پیش بره. و همینطور که رهبر اون اینجا گفتن، هیچ موردی نداره که هم گفتن و تکیه کردن روش که این که برجام نتیجهش چی میشه، حالا مثبت میشه، منفی میشه، وسط، میانگین میشه، هرچی که میشه، نباید از داخل
غافل شد. رئیس جمهور ما آقای ابراهیم رئیسی مرتب دارن میگن که ما کاری نداریم که برجام چی میشه. خب اینو سپردن به دست گروه مذاکره کننده. پس ما دنبال تمام برنامه هایی هستیم که سفره مردم رو تضمین میکنه، اقتصاد رو در واقع تغییر میده، از این شرایط اسفناکش در میاره. حالا میخوام بگم که حالا منفی هم نباشیم زیاد، اقتصادمون داره بهتر میشه با کارهایی که آقای رئیسی تا همکنون کردن و من خودم خیلی مثبت هستم به آینده نه چندان دور. در صورت آقای رئیسی دارن همه این رو میگن، اما به نظر من، من میخوام یه انتقاد بکنم از این گروه مذاکره کننده با اجازه رهبر عزیزمون، و اون اینه که من شخصا احساس میکنم اینا دارن زیاد وقت میذارن روی این برجام نافرجام که کلاهبرداری بزرگه و یه مسخره بازی بزرگه و یه سرکاری. ایران رو گشتن سر کار، اصلا دلیلی نداره. اینا هیچ پایه و اساسی برای تمام این کلکه و دوزکه و تمام این تهمت‌ها که به ایران میزنه اصلا پایه و اساس نداره. اصلا کسانی که خودشون هزاران کلاهک هسته‌ای دارن، کسانی که خودشون بمب ریختن سر کشورهای دیگه و اونها رو نابود کردن مثل ژاپن، وقت اینا میان برای ما تصمیم میگیرن، ما حتما باید هسته‌ای باشیم و هسته‌ای هم باید داشته باشیم و باید در تمام زمینه‌هایی که کشورهای دیگه دارن روش کار میکنن، چه انرژی‌های سبز باشه، چه انرژی هسته‌ای باشه، چه انرژی فسیلی، تمام اینا رو ما باید داشته باشیم. در هر صورت ما حتی من دارم میگم سلاح هسته‌ای هم باید داشته باشیم برای بازدارندگی، و من بارها گفتم نه تنها حرام نیست بلکه حلالم هست. اجازه بدین که در این رابطه با اون سیاست‌های بالادستی و سیاست‌های بزرگ حالا می‌خوایم بگیم نظام موافق نباشم. منم به عنوان یه شهروند به خودم این اجازه رو میدم که یه دیدگاه دیگه ای داشته باشم. از اونجایی که واقعا رفتم دنبال دشمن شناسی و این شیاطین رو خوب شناختم، بنابراین و من مطمئنم که سران نظام هم اینا رو خوب میشناسن. حالا چه چیزی پشت این تصمیمشون هست که ما نباید سلاح هسته‌ای داشته باشیم و ما نباید هسته‌ای بشیم، اون رو من نمیفهمم. ای کاش که به من میگفتن، من متقاعد میشدم که نیام بشینم اینجا این حرفا رو بزنم. واقعا هم اصلا راضی نیستم که خلاف اون اهداف کلی نظام و به ویژه رهبر عزیزمون اصلا صحبتی بکنم. من کی هستم که بخوام چیزی بگم، ولی در هر صورت این یه خواسته ای هست که اکثریت ملت ایران دارن. اگر که از ملت ایران بپرسین آیا ایران باید سلاح هسته‌ای داشته باشد آری یا نه، من بهتون قول میدم در مینیموم 80% میگن بله باید داشته باشه. مینیموم 80%. خب اینو از و اگر بخوایم که من به برنامه های خودم برگردم و زیرنوشت هایی که اونجا میخونم به اونها بپردازم، میخوام بگم هر کسی که میاد زیر برنامه، هر بینندهی که میاد زیر برنامه نظرشو مینویسه، اونا میخوان که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. این یه چیزی هستش که ایرانی ها میخوان و برای اینکه بهشون خیلی ضربه وارد شده از طرف این شیاطین و نمیخوان دوباره گول بخورن. انشالله که گروه مذاکره کننده ما افرادی مانند دکتر محمد مرندی در اونجا هستن و من فکر میکنم آقای امیر عبداللهیان حواسشون جمعه. انشالله که در هر صورت ما با هیچ برجامی به خونه برنگردیم. این آرزوی منه و میدونم که خیلی از شما هم همین دیدگاه رو دارین. با عشق برای عاشقان ایران و با آرزوی عمر طولانی تو هم با سلامت بر رهبر عزیزمون، سلام بر سردار دلهامون. خدا نگهدارتون.